بشمشه نعصه و نعصه اقوا با عرض شبات شالوم حضور کلیه شرمندگان و بینندگانمون در کلیه گروه ها و تلویزیون های پخش تورا پارشای این هفته ناسو را برای سلامتی و تندرستی کلیه سربازانمون که شم نگهدار اونها باشه آمن و شفای خیر عاجل همه بیماران و شالوم باید برای کلیه خانواده ها و نیز برای ایلو نشمت کل هنیفتاریم به هم اسرائیل شروع میکنم. تراسی والانو موشه مراشا کیلت یکو وی دبردونای الموشه ویل احرون لیمور ناسو ادروش بنی کهات میتو بنی لیوی لمیش به خوتام لیویت ابوتام. خداوند به موشه و احرون چنین فرمود، پسران کهات را از میان فرزندان لوی بر حسب قبیله ها و خانواده پدریشان سرشماری کن، از 30 سال به بالا و تا 50 سال هر کس که وارد جمعیت خدمتگزاران کار مقدس می شود تا در چادر محل اجتماع کاری انجام دهد سرشماری شود. کار پسران کهات در چادر محل اجتماع مکان فوق‌العاده مقدس این است. موقع حرکت اردو احرون و پسرانش بیایند و اون پرده پوشش جایگاه لوحه‌های ده فرمان را پایین آورند و با اون صندوق لوحه های ده فرمان بپوشانند. روی اون پوششی از پوست تخش که پستاندار دریایی به نام خز از قرار دهند و بر بالای اون پارچه ای تماما از پشم رنگ شده لاجوردی بگسترانند و تیرهای اون را جای خود قرار دهند. روی میز نان نان درو پارچه ای از پشم رنگ شده لاجوردی گسترانیده روی اون قالب های نان و قاشق ها و پایه های عمودی و قید های ناودانی شکل نگهدارنده نان را قرار دهند و نان دائم روی اون باشد و روی اونها پارچه ای از پشم رنگ شده قرمز پهن کنند و اون را پوششی از پوست تخش بپوشانند و تیرهای اون را قرار دهند. پارچه ای از پشم رنگ شده لاجوردی برداشته اون چراغدان روشنایی بخش و چراغهایش را و انبورهایش را که برای برداشتن فتیله لازم است و مجمرهایش و تمام ظرفهای روغنی را که به وسیله اونها خدمت اون چراغدان را می کنند بپوشانند و اون را و تمام اسبابهایش را توی پوششی از پوست تخش یا خز بگذرانند، روی تیرها بگذارند و روی اون قربانگاه طلا پارچه ای از پشم رنگ شده لاجوردی گسترانیده و اون را با پوششی از پوست تخش بپوشانند و تیرها را روی آن قرار دهند و تمام اسبابهای خدمت را که در مکان مقدس با آنها خدمت می کنند بردارند و در پارچه از پشم رنگ شده لاجوردی قرار دهند و آنها را با پوششی از پوست تخش بپوشانند و روی تیرای ارغوان بگذرانند و تمام اسبابهایش را که با اونها روی اون قربانگاه خدمت می کنند
و مجمرها و چنگالها و بیلچه ها و خونپاش ها و تمام اسباب های قربانگاه را رویش بگذارند و روی آن پوششی از پوست تخش یا خز گسترانیده و تیرهایش را قرار دهند. در موقع حرکت اردو اهرون و پسرانش کار پوشاندن چیزهای مقدس و قربانگاه و تمام اسبابهای مقدس را به پایان رسانند و پس از اون پسران کهات برای حمل بیایند و چیزهای مقدس را لمس نکنند تا نمیرند. کار پسران کهات در چادر اجتماع این است. و الازار پسر اهرون کوهن سرپرست روغن روشنایی و بخور داروهای یازدگانه و هدیه آردی همیشگی و روغن مشیخا باشد، یعنی سرپرستی تمام میشکان و تمام اون چه دران است را، چه از نظر مکان مقدس و چه از نظر اسبابهایش، بر عهده داشته باشند. خداوند به موشه و اهرون چنین فرمود: باعث نابودی جمعیت قبیله های قهاتی از میان لیوی ها نشوید و این کار را برای آنها انجام دهید تا هنگام نزدیک شدنشان به مقام فوق‌العاده مقدس زنده مانند و نمیرند، اهرون و پسرانش بیایند و آنها را هر یک بر خدمت و بارکشی بگمارند. و موقع پوشیدن اون چیزهای مقدس لوحه ده فرمان برای دیدن اون نیایند تا نمیرند. خداوند به موشه چنین فرمود: پسران گرشون را هم بر حسب خانواده پدری و قبیله هایشان سرشماری کن و اونها را، یعنی کسی که وارد جمعیت خدمتگزاران کار مقدس می شود، تا در چادر محل اجتماع خدمت کند، از 30 سال به بالا تا 50 ساله سرشماری کن. کار قبیله های گرشونی برای خدمت و باربری از این قرار است: حمل پرده های میشکان و چادر محل اجتماع و پوشش اون و پوششی از تخش یا پوست خز که از بالای روی اون و پرده درگاه چادر محل اجتماع باشد و پرده های حیات و پرده های درگاه در بزرگ حیاتی که در اطراف میشکان و قربانگاه هست، تنابهای اونها و تمام اسبابهای خدمتی اونها و اونچه برای اونها و برای نظام خدمت طبق فرمان اهرون و پسرانش باشد، باربری اونها را به نوبت برای اونها تعیین کنید. همه کار پسران گرشونی برای تمام باربری اونها و برای نظام خدمت اونها طبق فرمان اهرون و پسرانش باشد، باربری اونها را به نوبت برای اونها تعیین کنید. کار قبیله های پسران گرشونی در چادر اجتماع و نوبت کار اونها تحت سرپرستی ایتامار پسر اهرون کوهن باشد.
خداوند به موشه چنین فرمود: به فرزندان اسرائیل فرمان بده هر برستدار و هر جریانداری را و هر کسی را که به خاطر لمس جسد مرده ناپاک است از اردوگاه بیرون کنند. از مذکر تا مؤنث بیرون کنید، آنها را به خارج از اردوگاه روانه سازید تا اردوگاه خود را که من در میانشان هستم ناپاک نکنند. فرزندان اسرائیل چنین که عمل کردند، آنها را به خارج از اردوگاه روانه نمودند. فرزندان اسرائیل همان گونه که خدا به موشه فرموده بود عمل کردند. خداوند به موشه چنین فرمود: به فرزندان اسرائیل بگو هرگاه مرد یا زنی مرتکب هر گونه خطاهای انسانی در داد و سداد شود و باعث شود با یا سوگند یاد کند به خدا خیانت شود، در این صورت اون شخص گناهکار گردد. اونها طلبکار یا به خاطر نگرفتن مدرک و بدهکار به خاطر خیانت و سوگند دروغ به خطایی که کرده ان اعتراف نمایند و ابتدا اون شخص اصل اون را برگرداند و یک پنجم اون را بر اون اضافه نماید، به اون کسی که به او خیانت شده است بدهند. و اگر اون مرد وارثی نداشته باشد که اون اصل پور به وی برگردد، اون اصل پور پس داده شده متعلق به خدا یعنی از آن کوهن خواهد بود و این علاوه بر اون قوچ کفاره گناهان است که با اون برای وی طلب عف میگردد. از تمام موقوفه های فرزندان اسرائیل هر هدیه‌ای که به کوهن تقدیم می‌دارند متعلق به خود او خواهد بود. هر کسی اختیار موقوفه‌هایش را دارد که با هر کوهن به هر کوهن تقدیم کند. هرگاه کسی خود را به هدیه خود را به کوهنی بدهد به همان کس متعلق خواهد گرفت. خداوند به موشه چنین فرمود: به فرزندان اسرائیل صحبت کرده و به اونها بگو هر شوهری که زنش منحرف گشته به او خیانت کرده باشد، یعنی مردی با او همخوابی و نزدیکی کرده و موضوع از نظر شوهرش مخفی مانده باشد، او زن را که ناپاک کرده و شاهدی هم برای او وجود نداشته و او به زور هم برده نشده باشد و به او حالت سوء زن دست داده به زنش مشکوک گردد و این در حالی است که او ناپاک گشته یا ناپاک نگشته باشد. اون مرد زنش را نزد کوهن آورده و تقدیمی او یعنی تقدیمی زن خود را همراه و یعنی همراه زنش یک دهم ایفای آرد جو بیاورد و نظر به اینکه هدیه سوء زنها یعنی هدیه یادآوری گناه می باشد روی اون روغن نریزد و بر اون کندر ننهد. اون کوهن وی را پیش آورده و در حضور خدا وادارد. اون کوهن با ظرف سفالی آب مقدس برداشته و از خاکی که در زیر میشکان خواهد بود بردارد و توی اون آب بریزد. کوهن اون زن را به حضور خدا واداشته
و سر اون زن را برهنه یا جولیده کند و هدیه یادبود را که همان هدیه سوء زن هاست روی کف دستهایش بگذارد و اون آب ترخ کامی لعنت آور در دست کوهن باشد. اون کوهن وی را سوگند داده به اون زن بگوید اگر مردی با تو همخوابی نکرده باشد و اگر در حالی که به شوهرت تعلق داری منحرف نشده باشی که ناپاک گردی، از این آب ترخ کامل لعنت آور، مسون بمانی. و اگر تو در حالی که به شوهرت تعلق داشته ای منحرف گشته و ناپاک شده باشی و غیر شوهرت مردی با تو هم بستر شده باشد، اون کوهن اون زن را با سوگند همراه نفرین سوگند دهد و اون کوهن سخن خود را ادامه دهد، به اون زن بگوید خدا موجب شود رانت بیفتد و شکمت باد کند تا در میان قومت نمونه سوگند همراه نفرین قرار گیری و این آب لعنت آور وارد روده هایت شود تا شکست یا تا شکست با تا شکمت باد کند و رانت را ساقط کند. و اون زن بگوید آمین آمین. اون کوهن این نفرین ها همراه با سوگند را و ورقه نوشته و در اون آب ترخ کامی بشوید و اون آب ترخ کامی لعنت آور را به اون زن بنوشاند تا اون آب لعنت آور برای ترخ کامی وارد شکم او شود. و اون کوهن از دست اون زن هدیه آردی سوء زن را بگیرد و اون را هدیه آردی را به حضور خدا تکان داده اون را نزد اون قربانگاه پیش آورد. اون کوهن از اون هدیه آردی مشتی به عنوان یادبود بردارد و اون روی اون قربانگاه دود کند و بعد اون آب را به اون زن بنوشاند. اون آب را به او بنوشاند اگر ناپاک شده به شوهرش خیانت کرده باشد. اون آب لعنت آور برای تحکامی وارد شکم وی شده، شکمش باد کرده و رانش ساقط خواهد گشت و اون زن در میان قومش نمونه نفرین خواهد شد. و اگر اون زن ناپاک نشده و پاک باشد مسون ماند و حتما بچه دار خواهد شد. این قانون سوء زن در مورد زنی است که با داشتن شوهر منحرف شده ناپاک گردد، یا مردی که حالت سوء زن به او دست دهد و به زنش مشکوک گردد اون زن را نزد خدا وادارد و کوهن این دستورات را برایش انجام دهد. اون مرد از گناه مبرا میماند و اون زن گناهش را به گردن خواهد داشت. تا اینجا هم برنامه امروز آدینه عرب شبات کودش هشتم سیوان 5784 کنیست شبات ساعت 7:26 و سید شبات 8:32 در یروشالایم، کنیست شبات 7:10 و سید شبات
29 دقیقه، فردا هم پارشای ناسو و هفتارای وحی ایش خاد میسور آ خونده میشه و مسای شبات هم برکت لوانا خواهیم گفت. سه چیزم فراموش نمی کنیم: ایشا نا کلیم ناییم بعید نائه. زن در دو مورد شخینا را با خود داره، زمانی که از میکوه ور میگرده و موقعی که برخای شمهای شبات را میگه. ایش و ایشا زاخو شخینا بینه هم خخمد ایشا بان تا بیتا. با عرض تشکر از کلیه بینندگان و شنوندگانمون در کلیه گروه ها و تلویزیون های پخش تورا و اولیای محترم، برای شما شباتی آرام با نهایت سلامتی از خدای متعال خواست دارم. شبات شالوم. صدای تورا، صدای جاویدان، امیر یشعیا.